سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی اما بسیار سرد واشنگتن با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه داخلی حکومت ایران و در عرصه داخلی مسائل مربوط به مردم ایران میگذرد. جنگ داخلی، جنگ قدرت میان دو جناح حکومت به کجا رسیده است؟ بسیاری از مسئولان حکومت ایران هاشمی رفسنجانی را مسئول وضعیت موجود میدانند و آنچرا که فتنه مینامند مسئول آن را آقای هاشمی رفسنجانی خواندند و بسیاری دیگر نیز معتقد هستند که باید مسئولان فتنه، آنچه که اعتراض گسترده مردم به تقلبات انتخاباتی بود، باید اعدام شوند. آقای موسوی و آقای کروبی. آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری حکومت جناح آنچرا که جناح افراطی نامیده می شود مسئول وضعیت بد اقتصادی کشور دانسته و گفته است که شما کشور را به ته دره بردید. چرا دولت به اقدامی عاجل در این زمینه دست نمی زند؟ بالا آوردن کشور از ته دره، آنچه که آقای جهانگیری به آن اشاره کرده است. پرسش ها در عرصه داخلی بسیار است و در عرصه منطقه‌ای به نظر می رسد ایران، حکومت ایران از معادلات در مسیر برقراری آرامش در سوریه کنار گذاشته می شود. اشارات وزیر خارجه ترکیه تایید کننده این موضوع است. با من و شما هستن در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در هامبورگ آلمان آقای حسن شریعت مداری، فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز در هر کجای که هستید همونطور که پیشترم در برنامه های پیشتر اشاره شد میتونید تفسیر خبر رو روی کانال فیسبوک، یعنی فیسبوک ببینید، فیسبوک ایران فردا، و همینطور کانال یوتیوب ایران فردا به طور همزمان. هر نظری دارید روی فیسبوک بگذارید. همکاران من در بخش وبسایت و همینطور در مرکز ایران فردا در لندن به طور مرتب با شما عزیزان در ارتباط هستند. به اتفاق شما عزیزان در هر کجا که هستید به آقای نوریزاده خوش آمد بگیم و سلام به شما آقای نوریزاده. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به مهندس شریعت مداری گرامی و همه بینندگان برنامه تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای شریعت مداری با سلام به شما در هامبورگ. من هم سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم آقای نوریزاده و همه بینندگان شما و پیشا پیش حلول سال جدید مسیحی رو به مسیحیان کشورم و ایرانیانی که در کشورهایی که سال نو میلادی تقویم اونها ساکنن تبریک میگم. آقای نوریزاده واقعا آخرین روزهای سال میلادی جاری رو داریم میگذرونیم و آخرین برنامه جمعه در سال 2016 میلادی هست. معمولا ما نگاه به سال گذشته رو در سال جدید خورشیدی خواهیم داشت، اما شما وقتی نگاه میکنید به سال میلادی 2016 حکومت ایران در مجموع در ارتباط با مطالبات مردم به کجا رسید؟ بله، سال به سال دریغ از پارسال. اتفاقی که افتاد که به هر حال حداقل برای مردم ایران این اتفاق خیلی
مهم بود چون اساس و مایه ریاست جمهوری آقای روحانی بر آن استوار بود و اون مسئله برجام بود. و ولی خیلی عجیبه که ماها در کش و قوس پیمانی طی شد که رهبر جمهوری اسلامی از الف تا یاش رو تایید کرد. و این خیلی جالبه برای من، در یک کشوری بالاترین مقام یک قراردادی رو تایید میکنه، بعد عواملی که خود رو وابسته به او و ذوب شده به او میدونن این پیمان رو خیانتبار میخوانن. حتی امام جمعه تهران امروز به گونه ای صحبت کرد که انگار آقای ظریف خیانت عظما مرتکب شده، حالا اومده گریه میکنه میگه پشیمانم. این برای من خیلی سوال برانگیزه. حتی آقای خمینی جام زهر رو سر کشید و این شجاعت رو داشت که گواره من کردم و حالا هم به پدر پیرتان این مثل جام زهر سر میکشه و جام زهر هم یه ساله کارشو کرد. اما این آقایون کار رو انجام دادن، بعد همش میگن کی بود کی بود، من نبودم. نه، همه تون بودید. آقای روحانی اصلا اومد برای این کار، ولی روحانی تو بازی نبود. قالیباف کارش تموم بود، برنامه ریاست جمهوریش اصلا این بساط در کار نبود، ولی روحانی رو آوردید برای این کار، چون روحانی یه سابقه در دوران آقای خاتمی داشت، اون تفاهم نامه سعدآباد رو به امضا رسونده بود. الان هم اومد که این کار تموم. بسیار خوب. حالا شما در این حال که اومدید ملتزم به یه قراردادی شدید، اما در این کار هم میخواید بکنید تا بگه طرف ندید سرتون از پنجره بیاریم بیرون بگه مرگ بر آمریکا. از اون بر آقای ظریف تو مهمانی جانکری بره، تو نمیدونم خط سرون نوت شرکت بکنه، و از این طرف شما عین اون داستان یاروی که گفت مغوله دورش خط کشید گفت اگه پاتو بزنیم و گردنتو میزنم، بعد اون کاراشو کرد، اینم برگشت گفت آره من تونستم دو دفعه پامو بذارم بیرون، اینم نفهم. حالا داستان ایناست. آقا برجامو امضا کردید، تعهد به امریکا دادید، مرگ بر امریکا دیگه معنا نداره. سلطان قابوس هم تو نامه اخیرش بهشون همینو گفته بود، گفته بود این ترامپ اوباما نیست، دست از این بازیاتون بردارید. حالا غرضم اینه که این دستاورد بزرگ که میتوانست با درایت با هوشمندی تغییری در وضع اقتصادی کشور بده، به خاطر همین نفاق و دروغی و تزویر به جایی نرسید. در من در سیاست خارجی هم که روابط ایران بدتر و بدتر شد با همسایگانش، به جای اینکه بهتر و بهتر بشه، قرار بود ما بعد از برجام با همه دنیا گشایش داشته باشیم. نگاه کنید رابطمون با عربستان، با امارات، با همسایه، حتی با قطری که دوست ما بوده، و با ترکیه روابط بسیار بحرانیه. در عراق اوضاعمون رو ببینید، در یمن ببینید، ایران رو آلوده کردن تا خرخره تو یمن بی دلیل بدون هیچ مصلحتی. و حالا هم خب میبینیم ترکا با روسا میشینن طرح صلح سوریه رو میریزن بدون اینکه اصلا به جمهوری اسلامی بگن خرید به چنده. یعنی اصلا انگار نه انگار اینا اونجا 1500 رو کشته دادن، 20 میلیارد پول دادن، خودشون میشینن میدوزن میبرن، بعدم به جمهوری اسلامی اخطار میکنن و ترکیه میگه حزب الله و نیروهای خارجی مثل داعشن، اونا هم بعد از سوریه برن بیرون. بله آقای شریعت مداری، تفسیر شما رو میشنویم در باره کلیات آنچه که در سال میلادی 2016 که پاورچین داره میره، کلیات چه بوده؟ کلیات چون این سال؟ بله، در سال 2016 ادامه دعواهایی که بود تا انتهای سال همچنان دوام داشته و شطرنج جمهوری اسلامی در حالت به قول شطرنج بازان پات هست، یعنی سیاست امری ممتنع شده، هر دو جناح می توانند همدیگر رو افشا کنند، با هم بجنگند، قدرت حذف همدیگر رو ندارند و آقای خامنه ای هم قدرت و امکان سازش بین این دو جناح رو نداره و فقط می تواند جایگاه خودش رو با تفرقه بینداز و حکومت کن و اختلاف بین این جناح و مدیریت این اختلاف تثبیت بکنه. این پاشنه به همون دری میچرخد که در به همون پاشنه میچرخد که بود و در سطح منطقه هم
اینطور پیداست که با آمدن ترامپ و در تلیعه اومدن اون بیگ گیم یعنی بازی بزرگ تقسیم قدرت بین آمریکا و روسیه یا دو قطبی شدن مجدد جهان، این بار حداقل از لحاظ نظامی شروع شده و چیزی است که ترامپ هم بدون مایله به اون مایله، و اگر چنین چیزی پیش بره واقعا امکان تفاهم بین ایران و عربستان سعودی هم به تدریج به وجود خواهد آمد، از قبیل تفاهمی که توی لبنان کردن و چک قدرت خاورمیانه تقسیم خواهد شد. این که نتایج اون در سیاست داخلی ما چه باشد و این جام زهر مجدد رو آقای خامنه‌ای چگونه بنوشد هنوز واضح نیست. نتایج این جابجایی های قدرت کاملا واضح، پیوستن عمان به اتحادیه‌ای که عربستان سعودی در رأسش هست، در گفتگوی ترکیه و روسیه برای آتش‌بس و دعوت همگان به قرقیزستان برای مذاکره بدون اینکه ایران، عربستان سعودی و آمریکا در این پیش مذاکرات نقشی داشته باشند، نشون میده که روسیه میخواهد بگوید که من دست بالا رو در مذاکرات محلی دارم و بقیه چیزی نیستند، و بعد اونها رو به قرقیزستان دعوت کنه. البته تا اونجایی که از ظاهر حرفای آقای ترامپ پیداست و اگر چرخش عجیبی در سیاستاش نباشه، او هم از اینکه آمریکا نتوانسته یک قطب بکنه دنیا رو و در رأس قطب باشه، در حقیقت بهش قائل شده و فکر میکنه که آمریکا میتواند در یک جهان دو قطبی نظامی بیشتر قدرت خودش رو اعمال کنه، و این دو قطب چون ایدئولوژیک نیستند میتوانن با هم بر سر تقسیم دنیا مشورت هم بکنن و نزدیک هم بشن. حال باید دید اینا اثرش در سیاست داخلی چیه. به صورت سهم شیر نصیب ولایت فقیه و ایران نخواهد شد. ولی من فقط یک نکته در تکمین آنچه که آقای شریعت مداری اشاره کردن اشاره کنم که صحبت های اخیر و جریان انتخاباتی آقای ترامپ این بوده که مسائل مربوط به داخل آمریکا و اقتصاد آمریکا در دولت اون از درجه اهمیت نخست برخوردار خواهد بود و آمریکا در دولت او در پی اون نیست که به اصطلاح پلیس یا حکومت به اصطلاح واحد جهانی باشه. حرفی که آقای ترامپ زده در عمل چه خواهد شد باید منتظر بود و ببینید. آقای نوریزاده ببینید الان به اختلافات جناها اشاره شد، به حدی رسیده که خیلی از صحبتها در یک دو سه سال پیش شاید کمتر به گوش میرسید، زمزمه بود، ولی الان علنی شده. انگشت اتهامات، سخنانی که به طور نمونه علیه هاشمی رفسنجانی گفته میشه و آنچه که هاشمی رفسنجانی از چنگای میگه که زاران آقای رفسنجانی نمایندگی میکنه یک جناح دیگر رو که در اون جناح هم حسن روحانی هست و همه در مجموع حکومت، این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ به صراحتی حالا میان فتنه اسم گذاشتن، اعتراض گسترده مردم رو علیه تقلبات انتخاباتی، رفسنجانی رو علنا مسئول اون دونستن و از این صحبت ها، این اختلافات رو چطور تعبیر و تفسیر میکنه؟ اون بهش تا کجا هدف چی است؟ یه وقت هست آقای حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه میاد میگه آقای رفسنجانی و خاتمی اینا رؤوس فتنه بودن، یه وقت یک کسی در قوه قضاییه یا در یک سپاه چنین جمله میگه، اما رئیس قوه قضاییه آقای هاشمی، آقای آملی، صادق آملی لاریجانی، او و دادستان کل بیانی حرفو بزنن، او و قائم مقام قوه قضاییه بیانی حرفو بزنن، این خیلی معنای بزرگی داره. این نشان دهنده اینه که در پس نه توی قدرت وقتی آقای صادق آملی رو از آرزوی رسیدن به مقام ولی فقیه محروم میکنن و آقای رفسنجانی در واقع عوامل او در پس پرده 63 حساب آقای لاریجانی رو بیرون میدن، یا در مورد سید ابراهیم رئیسی
تمام آثار جنایتش آشکار میشه، اینا نشون دهنده اینه که جنگ قدرت دیگه رسیده به رأس حکومت. در واقع چون آقای خامنه‌ای رو رفتنی میبینن در فاصله نه چندان دور، الان به جان هم افتادن و گردن هم گلوی هم رو میجوند برای اینکه هر گونه آینده رو مسدود کنه. الان صادق آملی با چه روی میتونه فردا توی این مملکت بخواد رهبر بشه؟ یا آقای سید ابراهیم رئیسی با دستای خونی، یا آقای سید محمود هاشمی عراقی معروف به شاهرودی که فسادش آنچنان زیاده، خود و فرزندان و داماد و خانوادش که همه جا رو گند این فساد گرفته، کسی رو برای رهبری ندارن و بنابراین دارن گلوی هم رو میجوند برای اینکه میگه اگر من نباشم تو هم نباید باشی. این نقطه ایست که رسیدن به جایی که دیگه حفظ نظام براشون مهم نیست. یه وقتی خمینی به هاشمی و خامنه‌ای گفته بود آقا جان شما تا پشت همین نظام رو حفظ میکنید. اینا هم یه مدت با هم بودن ولی از سال 88 به کلی راهشون جدا شد و الان به نظر من اینا مسئله شون حفظ نظام دیگه نیست، مسئله حفظ خودشونه. داستان احمد خمینی سرشون نیاد، حفظ موجودیت خودشونه. یه عده‌شون که مثل هاشمی شاهرودی برنامه انتقال به نجف رو ریختن، یه عده دیگه شون باز دنبال مسائل دیگن و در این میان سپاه با دقت داره نظارت میکنه چون میدونه نوبت سپاه به زودی فرا خواهد رسید و هاشمی در پس پرده داره با سپاه میسازه به نوعی. و اینه که ما شامل شکلی دستبندی های جدید هستیم. باز میگویم نه برای حفظ نظام بلکه برای حفظ خیش. و طبیعتا وقتی حفظ نظام در درجه دوم اولویتش قرار میگیره، اون وقت آدم میتونه امیدوار باشه که این نظام عمر زیادی نخواهد داشت. یعنی شما به طور خلاصه این هستش که در میون این مجموعه کسی یا کسانی یا مجموعی رو همقد کشوری مثل ایران نمیبینید و رهبری کشوری مثل ایران؟ به هیچ وجه. ببینید وقتی آقای خامنه ای انتخاب شد ایراد داشتن به فقاهتش، به مرجعیتش، ولی هیچ کس راجع به آدمکشی و فسادش حرفی نمیزد چون در دوران ریاست جمهوریش فسادی نکرده بود، آلوده قتل ها نبود. ولی اینا هر کدوم دست بهشون میزنید یا تا گردن آلوده فسادن یا آلوده جرم و جنایت و قتل و کسی وجود نداره در بین اینا. کی میخواد رهبر بشه؟ این جامعه کدوم یکی از اینا رو ممکنه قبول بکنه به عنوان رهبر؟ اینه که به نظر من ما با پایان یافتن فصل آقای خامنه‌ای فصل ولایت فقیه رو هم خواهیم بست. حالا ممکنه دو مرحله یا سه مرحله، ولی این کار اتفاق خواهد افتاد. شما رو میشنم آقای شریعت مداری در همین زمینه. بله اون چی که گفتنی بود آقای نوری‌زاده به درستی گفتن، من موافقم. یعنی بزرگترین دعوای پیش رو دعوای جانشینی آقای خامنه‌ای است که وحشت را به جان همه اینها انداخته و طمع را هم در جان همشون ریشه دوانده. یعنی ترسی توأم با طمع رهبری آینده در حقیقت در همه بلوک های قدرت خودش رو نشون میده. خب قضیه که نزدیک میشه، یعنی نزدیک به زمانی میشیم که دیگه امیدی به ادامه زندگی آقای خامنه‌ای نیست. البته ما چیزی ازش نمیدونیم، ولی حتما مثل سالهای آخر آقای خمینی که ما چیزی نمیدونستیم، ولی اطلاعات پزشکی در اختیار رده اول حکومتیان بود، اکنون هم اطلاعاتی در دست اونهاست که قاعدتا در دست ما نیست و این باعث شتاب گرفتن این دعوا شده. ولی از طرف دیگه جامعه ایران کلن تغییر کرده. جامعه انقلابی موقع فوت آقای خمینی که تازه جنگ تمام شده بود و ملت ایران یک پارچه در پشت، یا اگر نگوییم یک پارچه در اکثریت خودش، در پشت نظامی بود که جنگ را اداره کرده،
امروز تبدیل شده به ملتی که شکاف‌های اجتماعی گوناگونی در اون وجود داره و در این گسل‌های اجتماعی جریان‌های متخالف و متضاد با همدیگر در تلاشی بیوقفن تا اینکه مزیت نسبی با اون یکی پیدا کنن. و بنابراین این جامعه به هر صورت آسان کسی را به رهبری جمعی خودش نخواهد پذیرفت. ولایت فقیه از این جهت هم چیزی در دستور آینده نخواهد بود که در دوره‌ای که انقلاب شد معدل سواد روحانیت از سواد جامعه بیشتر بود. اکنون بخش بزرگی از جامعه روحانیتی را که در بر منابر می رود و صحبت می کند مشتی بی سواد و در حقیقت کسانی می بیند که صحبتشون پایه ای از تعقل رو نداره و حرفی که می زنند پذیرفتنی نیست و خودشون رو به مراتب جلوتر از این روحانیت می بینند. بنابراین جامعه آماده گذار به یک دورانی است که خودش رو مدیریت بکنه. خب در این وسط موانع زیاده، از جمله مانع بزرگ سپاه هست که در آرزوی تجدید یک اقتدارگرایی نوین نظامی هست و بر این مبنا میخواهد که ابتدا ایران رو به مرحله‌ای برسونه که امنیت برای مردم مسئله اساسی بشه. شما در این فوتبالی که اول عده‌ای از فارس‌های وابسته به سپاه به آذربایجانی‌ها توهین می‌کردن و بعد آذربایجانی‌های وابسته به سپاه خلیج عربی می‌گفتن، شما می‌دونید ارتش ایران دست ورزش ایران دست سپاه است. این نشون میده که می‌خواهند خطرها رو به قدری بزرگ کنند که مردم به دنبال برآمدن یک دست توانا برای نجات مملکت باشد. سپاه در پی چنین نقشه‌ای است و می‌خواهد که مردم رو متقاعد کنه که با وجود اینکه شما قادری خودتون رو اداره کنید ولی امروز امنیت مسئله اصلی است و من باید بیام. البته این یک آزمایش است و احتمالا موفق نخواهد شد. مسئله بعدی که میخواستم بگم اینه که آقای خامنه ای موفق نشده خودش رو قانع کنه که در زمان حیاتش شخصی رو به عنوان ولی فقیه معرفی کنه، پشتش بیسته و حمایتش بکنه و این گذار رو آسان بکنه. بنابراین ما در روزهای آینده شاهد دعواهای بسیار بزرگی در بالاترین سطوح قدرت به طمع رهبری آینده و ترس از حذف در آینده خواهیم بود. این کاملا با آقای نورزاده من در این مورد موافقم. آقای شریعت مداری خیلی کوتاه بفرمایید، منظور شما از این که در زمان انقلاب میانگین سواد مردم از میانگین سواد روحانیت کمتر بود به طور دقیق چی هست؟ بله، یعنی مردم به نوعی میپذیرفتند که روحانیت جزء طبقات مرجع یا ریفرنسه، بلکه طبقه ریفرنس درجه یک بود. اکنون روحانیت در نظرخواهی هایی که شده طبقه مرجع 16 هست، یعنی 16 گروه اجتماعی مثل دانشگاهیان، اندیشمندان، هنرمندان و دیگران جلوتر از روحانیت هستند. یکی از دلایل این هست، یکی از دلایل دیگه اینه که این سوشال مدیا یا رسانه‌های عمومی نوین باعث شده که مردم بتوانند با هم در ارتباط باشند بدون احتیاج به گروه‌های مرجع، خودشون تصمیم بگیرند و روی تصمیمات خودشون برای آینده بنا بنهند، چیزی که اون موقع نبود. آقای نوری‌زاده، آیا اعتماد مردم به روحانیت در اون زمان بیشتر ناشی از این نبود که یک اعتماد تاریخی بود، روحانیت در مقام قدرت هنوز نرسیده بود و به هر حال حرفای حتی که آقای خامنه ای آقای خمینی میزد این بود که ما قدرت رو نمیخواییم، قدرت عزیز ما در دفتر مرکزی منظور نیست و به هر حال آیا علتش این نبود؟ وگرنه خب در همون زمان دانشگاهیان بودن، جمعیت ایران 30 و چند میلیون بود و مجامع مختلف بود، میزان تحصیل کرده ها کم نبودن و همه اینا و حتی احزاب چپ ایران هم رفتن به دنبال آقای خان. ببینید روحانیت آقای چالنگی یه ویژگی خاص داشت که روحانیت شیعه که تمایزش بود با روحانیت سنی. روحانیت شیعه از نظر مالی مستقل بود،
این استقلال مالی که همون دریافت وجوهات و اخماس یا خمس بود و سهم امام غایب که خمس به سادات میرسید، این جایگاهی به اینا داده بود که نوعی بی‌نیازشون کرده بود. این به منزله نیست که آخوندها از دولت پول نمیگرفتن. مرحوم اویدا یه بودجه 150 میلیون تومانی داشت که به آخوندها میداد و وقتی دولت آموزگار اومد اون پول قطع شد و یکی از دلایلی که اختلاف ها شدید شد همین بود. روحانیت با این استقلالی که داشت سرپناه مردم بود، روحانیت ملجأ مردم بود. از همون مشروطه شما نگاه کنید، روحانیت جایی است که مردم وقتی از همه جا رانده میشن پناه میارن بهش. حالا روحانی فاسد بود یا عدالت نداشت، اینا مسائل فرعی قضیه است. در ایران روحانی رو تو مشروطه بالای دار فرستادن و یک روحانی هم او رو محکوم به اعدام کرد. آقای زنجانی اومد شیخ فضل‌الله نوری رو به دار فرستاد. ولی در این حال روحانیت با مردم یه ارتباط نزدیکی داشت. زن ناصرالدین شاه وقتی که تنباکو میرزا حرامش کرد، ناصرالدین شاه گفت آب بکش، گفت نه، همون کسی که منو به تو حلال کرده اینو حرام کرده. یعنی تا حرم شاه این اتفاق بود. پادشاه مملکت میرفت مشهد، قوم علما میمدن دیدنش، یه نوع رابطه معنوی وجود داشت. روحانیت وقتی به قدرت رسید تمام اون مفاهیم معنوی از بین رفت. اولا روحانیت دولتی شد. آقای ناصر ابوالمکارم موقعی که مکتب اسلام رو در می آورد، مرحوم آیت الله شریعت مداری مای 20,000 تومان بهش میداد برای اینکه نشریه در. الان دولت داره بهش سالی 20 میلیارد تومان میده. خب این نوکر دولت دیگه، دیگه مرجع نیست، دیگه آدم مستقلی نیست و الباقیشون هم همینطور. اون 3-4 تا اون نصفی هم که مثلا مستقلن، اونا هم یا دامادشون رئیس قوه قضایی است یا آزادشون سفیره، به نوعی آلوده این نظام هستن. روحانیت دیگه معنا نداره، روحانیت تشیع. شما آقای سیستانی رو در عراق ببینید، با یک اشارش میتونه آقای مالکی رو سرنگون کنه ولی مداخله نمیکنه، نشسته اون گوشه، میرن سراغش، خودش رو آلوده نمیکنه. اولی که عراق آزاد شد مثل آب خوردن میتونست ولی فقیه بشه، نکرد. برای اینکه جایگاه خودش رو میبینه الان مهمتره. ولی روحانیت شیعه در ایران آبروی خودش رو برد، خودش رو آلوده کرد و امروز هم به این وضعه که مردم ناسزا بهش میگن، جوک میگن، حرفش رو قبول ندارن، در رأس فاسدین امورم حضور داره. پس اینه که اون روحانیت قبلی چرا اعتبار داشت و چرا امروزی ها ندارن. بعد شما میشنوید یه دونه روحانی به اینا پشت میکنه، شبستریوار امامرم برمیداره از سرش، چقدر بهش حرمت میگذارید. عجب یه روحانی دلاوری هم اینجا پیدا شد. یا کاظم علی بروجردی 10 سال تو زندان داره میپوشه برای که به اینا نگفته. یعنی اینکه توصیه‌ای که در تقریبا 1-2 هفته آینده که در چنین روزهایی بود، در دیماه بود، شاپور بختیار که 15 دیماه به نخست وزیر رسید و آقای خمینی گفت که میتونه بیان به ایران و بره در قم بشینه و ما بعدم میتونه واتیکان داشته باشیم، توصیه‌ای که شنیده نشد. بله، و به سود حتی روحانیت شیعه بود، به سود مردم ایران که بسیار بسیار کاملا. آقای شریعت مداری، آقای سعید قاسمی که از ارکان تبلیغاتی حکومت هست با صدای بلند و از بسیجیان و همه این به اصطلاح تجمعات و حزب الله آمده و گفته که خانواده های کمی در ایران پیرو رهبر هستند و همه این صحبت ها، اینه که وضعیت به اینجا کشیده شد. یعنی برای نخستین بار بود که روحانیت شیعه که در واقع یک دولت غیر مسئول بود و با تمام کم و بیش قدرتی که دولت داشت، خودش به دولت تبدیل شد و به جای رسید که تمام اعتبار روحانیت شیعه خرج قدرت سیاسی شد، تا جایی که آیت الله خمینی آمد و گفتش که ما میتونیم واجبات رو تعطیل کنیم. و در طی این 3-8 ساله حالا مدرسه و بیمارستان و تمام اینها به کنار، زندگی مرفه شایسته مردم ایران به کنار، حتی بعضی ها میگن خب خیلی بهتر که چنین نشد،
چند نفر افراد زینفوز در جامعه روحانیت پیدا نشد و حتی مؤذن هنوز آقای مؤذنزاده اردبیلی است که روانش شاد. و این مسئولیت این چه کسی بوده و چه کسی هست غیر از خود روحانیت؟ والا من فکر میکنم که مسئول اصلی آقای خمینی بود، اون گروه از بازماندگان فدایان اسلام در میان طلاب و کسبه که از 15 خرداد به بعد فکر کردن قطب خودشون رو پیدا کردن و رفتن تا برنامه حکومتی فدایان اسلام رو این بار به دست آقای خمینی پیاده کنن. آقای خمینی در حقیقت از روحانیت کاری رو میکشید که برای اون ساخته نشده بود. روحانیت شیعه از زمانی که سازمان یافته بر اساس این عقیده بوده که حکومت الهی در غیبت امام زمان در حقیقت وجود نخواهد داشت، حکومت ها حکومت عرفی هستند، اگر ظالم بودن باید باشون مبارزه بشه و اگر ظالم نبودن باید بهشون نزدیک شد و نوعی همکاری همراه با رقابت با حکومت های موجود داشته و در این نقش هم کار خودش رو بلد بود، ولی هرگز بلد نبود که یک مملکت رو چگونه میتوان اداره کرد و اصولا به کمک مذهب نمیشه حتی یک ده رو هم اداره کرد، برای اینکه در اون ده هم افرادی پیدا میشن که اون مذهب رو قبول ندارند یا میبینن که اون مذهب مشکلاتشون رو حل نمیکنه. بنابراین آقای خمینی به روحانیت شیعه نقشی رو تحمیل کرد که اصولا برای اون تاریخا ساخته نشده بود و وقتی خواست این کار رو ازش بکشه موجب چنان بی‌اعتباری شد که شنیدم اخیرا بعضی از این روحانیونی که برای پیاده روی به کربلا رفته بودند وقتی باز آمدند گفتند که ما احترام به روحانیت رو در اونجا دیدیم و بعد دشنام با آقای خمینی دادن که ما رو گرفتار وضعی کرده که الان در ایران اینقدر بی احترامیم که می ترسیم تنهایی در کوچه ها بریم یا بی محافظ عبور کنیم حتی اگه مخالف این حکومت باشیم. خب این وضعی است که این حکومت به وجود آورده. البته روحانیت شیعه هم به طمع مال و مقام چنان خودش رو آلوده و فاسد کرد که افراد صالح با وجود اینکه وجود دارن ولی عدهشون به قدری کمه که قابل شناسایی نیستن و در میان جمع فاسد گم میشد. بنابراین در حقیقت روحانیت هم از این جهت مقصره که اون دامی را که آقای خمینی پهن کرده بود با کمال رغبت و کوتاه بینی و بدون اینکه عواقب وخیم این کار رو ببینه به اون دام افتاد. آقای نوری‌زاده شما اشاره کردین که اون به این نظام رو کوتاه میبینید و مسئله پس از مرگ آقای خامنه‌ای پیش اومد که همه از این جهان قطعا خواهند رفت بدون هیچ تردید، تنها واقعیت غیر قابل انکار هست. به هر حال خیلی اشاره میکنن که سپاه این قدرت رو داره که بلافاصله نقش جانشینی رو به عهده بگیره، اما کارشناسان نظامی مطالب بسیاری منتشر شده اینور اونور گفته شده و در جاهای مختلف که سپاه پاسداران در سایه یک قدرت سیاسی است که میتونه ایفای نقش کنه، سپاه پاسداران اون چی که در ایران هست، اما به تنهایی در غیاب قدرت سیاسی توان اداره یک کشوری مثل ایران رو نداره، چه از نظر تجربه، چه از نظر تعداد، چه در ارتباط با وسعت ایران و تنوع اقوام ایرانی، چون این قدرتی رو نداره. یعنی ایران یک کشور کوچیک آمریکایی لاتین نیست با ارتش تربیت شده برای کودتا و حکومت کردن. تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم. نقش سپاه، مگر اینکه خیلی‌ها باز میگن مگر اینکه سپاه پاسداران در جانب و به جانب مردم ایران برگرده و همراه مطالبات و خواستهای اونها باشه و مردم حمایتش کنه. ببینید آقای چالنگی، حرف شما درسته. سپاه در پرتو یک قدرت سیاسی و مذهبی رشد کرد، در واقع مقام ولی فقیه بود، در ولی فقیه و فرمانده کل قوا و بالاترین مقام سیاسی کشور که سپاه رو در بغل گرفت
دستش بگرفت و پا به پا برد، یک حرف و دو حرف بر زبانش راند تا به صورت امروز درش رو برد. بعد از جنگم یه شبه تصمیم گرفت درجه ها رو بشونه رو شونه هاشون و هیچ کس نفهمید چطوری حسن فیروزآبادی که در عمرش سربازی هم نرفته بود و با 200 کیلو وزن دو قدم هم نمیتونست بره، با 9 درجه 9 سال ارشدیت اولین سرلشکر نیروهای مسلح ما شد. اینا همه درست، اما این نیروی سیاسی وقتی غایب میشه نیروی جانشین نداره. کدوم یکی از این آخوندها هستن که سپاه در پناهشون احساس امنیت بکنه یا تأیید اونا و حضور اونا بتونه سپاه رو حفظ کنه؟ هیچ کدوم. شاهرودیه؟ نه. ابراهیم رئیسی؟ نه. علم الهداس؟ نه. تو این هم وسط هست که سپاه با توجه به قدرت اقتصادی که به دست آورده، اون زمانی قدرت رو نداشت، الان داره، و همینطور آدمهایی که پتانسیلی، آدمهایی که دارای پتانسیل اداره امور هستن، سپاه هم وزیر داشته، نماینده مجلس داره، سفیر داره، در جاهای مختلف بچه هاش رفتن یاد گرفتن، اینا به نظر من خودشون رو آماده تیکوور میکنن. اینا دارن، شنیدم از یه نفر که در جایی یکی از این آقایون گفته بود ما چیمون از پرویز مشرف کمتره؟ اگر اون تو آکسفورد درس خونده، تو امریکا، تو انگلیس درس خونده، ما هم تو مسکو تو روسیه درس خوندیم. قرار زمینه که از این آدم ها اونجا وجود دارن و من شنیدم در پس پرده یک نیمچه فرماندهی هم وجود داره که اینا گرده هم هستن با یک اهداف معینی. بنابراین من بعید نمیدونم اینکه شما میگید به مردم مراجعه بکنن، مردم ما از این وضع خسته شدن. اگر در نگاه یک سپاهی یا در کلاه یک سپاهی یا ارتشی آرامش رو ببینن، آزادی که الان ندارن، دموکراسی که ندارن، حداقل امنیت و آرامش و رفاه رو بتونن مشاهده بکنن، اعتراضی نخواهند کرد. حتی جامعه روشنفکری ما، برای اینکه اون صفت مذهبی رو شما از نظام بگیرید، نظام تبدیل میشه به یه نظامی مثل همه نظام ها. یه روز رئیسش پرویز مشرفه، یه روز رئیسش نواز شریفه. بنابراین میتونیم بنابراین به یک دیگرگونی بنیادی احتیاج هست در کل نظام. چون همینطور که شما اشاره کردین آقای نوری‌زاده، در پاکستان یک تفاوت کوچیک هست، چون بعد از هر سال به وجود اومدن پاکستان یک نظام اونجا گذاشته شد، حالا کاملا هم عمل نکرد، این نظام جمهوریت هست. در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری هم هست، ولی این نظام وجود داره. در ایران بعد از پادشاهی یک نظامی گذاشته شد که این نظام در جامعه جا نیفتاد. نظام شترگاه پلنگه. شترگاه پلنگه. بفرمایید. شترگاه پلنگه. هم رهبر داره مرو. در پاکستان رئیس جمهوری کاملا نمادینه. نخست وزیرم منتخب پارلمانه. حزبی که اکثریت بیاره. خب در ایران ما اینا رو نداریم. ارتش هم حافظ قانون اساسیه. در ترکیه هم همینجور. مطابق میگم سپاه این آمادگی رو از خودش نشون داده. من گاهی بعضی از این انتشارات سپاه رو میخونم، همینا که در نشستای راهبردیشون مجله میکنن، کتاب میکنن، بیرون میدن، میبینم از مرحله پرت نیستن. این حرفای بی ربطی که میزنن سال 25 اسرائیل نابوده، ما میتونیم آمریکا رو بزنیم، این رو جوکه، برای تو قهوه خونه نقل میکنه، ولی در پس پرده بازی های قدرت رو میشناسن، میدونن در آمریکا باید در خونه کیو بزنن، میدونن در منطقه باید با کجا ارتباط داشته باشن، با مردم ایران چگونه تعامل بکنن، اینا رو همه رو بلدن. شما فکر میکنه آقای قالیباف در شهرداری همینجوری نشسته 10 سال شهردار؟ نه، کار داره میکنه، با قطبای جامعه داره ارتباط برقرار میکنه. بازار کیه؟ جنوب شهر دست کیه؟ شمال شهر کیه؟ سیستم تجارتی پایتخت دست کیه؟ اینا رو داره میکنه، شناسایی میکنه برای روز مبادا. چندین نفر رو من میبینم که دارن رکاب میکشن،
دارن آماده میشن برای اینکه در روز واقعه بخت خودشون رو آزمایش کنن. اما آقای شریعت مداری ببینید، روحانیت آقای خمینی روی دوش اعتبار چند صد ساله روحانیت شیعه آمد، اگر اغراق نباشه روی دوش اعتبار چند هزار ساله روحانیت به طور کلی آمد که بین جامعه ایرانی حتی پیش از اسلام قدرت داشت و اعتباری داشت. این اعتبار رو، دست کم اعتبار روحانیت شیعه رو، همونطور که خود شما اشاره کردید، در زمان آقای خمینی و تا به امروز از میون رفته به یه نحوی. در خلأ قدرت پس از مرگ آقای خامنه ای، سپاه پاسداران اونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، خب بسیار تلاش میکنن، طبیعی هم هست که برای بعد چه جوری میشه حکومت کرد، چه باید کرد، چه نباید کرد. سپاه پاسداران یا هر نیروی دیگه روی دوش چه قدرتی میتونه یا چه اعتبار و اعتمادی میتونه به قدرت برسه؟ چون دیگه ساختار حکومتی که وجود نداره، مثل پاکستان بوده، آقای مشرف رفته اون بالا و حالا به هر ترفندی نشسته اون بالا و تونسته تثبیت کنه خودشون. رسیدن به اون قدرت و به اون کرسی و تثبیت قدرت در خلأ سیاسی بعد از آقای خامنه‌ای رو شما چطور می‌بینید؟ بله، اولا اون چی که میگیم آرزوهای سپاه و اون ادیست از سپاه که یک مدیریت استراتژیکی برای سپاه فراهم کردند و خیالاتی برای آینده دارند. ولی مشکلات قضیه رو هم به درستی شما اشاره کردید و باید دید. اول این است که این سپاه در بین مردم خوشنام نیست. برادران قاچاقچی که آقای احمدی نژاد میگفت بعد از آلوده شدن این سپاه به مفاسد اقتصادی، از اسکله هایی که وجود داشته، در همه چیز حتی قاچاق مواد مخدر دائما دست داشتن و این رو مردم میدونن. از اون طرف دیگه در پاکستان یا جاهای دیگه یا ترکیه تغییرات مهمی در قانون اساسی باید به وجود نمی اومد تا اینکه یک نظامی بر سر کار بیاد و بعد از مدتی خودش رو رئیس جمهور بخواند، یا مثل ترکیه بیان و بعد حکومت رو تحویل عده سیویل بدن. در ایران حکومتی است که بر اساس بنیادی به اسم ولایت فقیه و بنیاد رهبری استواره و مهمترین اختیارات قانون اساسی در اختیار شخصی به اسم ولی فقیه که یک شخص روحانی است در هر صورت. اینو تبدیل کردن به یک رهبری سیویل که روحانی در اون رأس نباشه، یک چالش بزرگ قانونی و سیاسی و همچنین در بین باندهای قدرت موجود نظام هست و البته این مسیر بی تلاطم و غیرخونین نخواهد بود و ممکنه با شکستهای بزرگی هم روبرو بشه. ولی به هر صورت اگر سپاه در چنین تلاشی خودش رو در مرحله‌ای ببینه که این کار رو عملی بکنه، خب چه موفق بشه یا نشه، خسارت‌های بسیاری رو مملکت ایران تحمل خواهد کرد و مسلماً ما مرحله‌ای بسیار طوفانی در پیش رو خواهیم داشت تا اینکه مستقر بشه. البته اون چه هم که الان در سپاه دیده میشه یک نوعی در حقیقت آزمون و آزمون این قضیه است در افکار عمومی. کارهایی میکنند و اتاق فکرهای سپاه میسنجند که عکس العمل اون چه بوده است و چقدر سپاه میتواند محبوبیت داشته باشه و چقدر زمینه اجتماعی داره. مسلما اونها هم با تجربه‌ای که دارند نباید بیگدار به آب بزنند. بنابراین فعلا در حد سناریو من میبینم و هنوز اون رو یک پروژه‌ای که کلید اجرایی اون زده شده به حساب نمیاد. یعنی به طور خیلی خلاصه، یعنی شما مرحله بعدی قدرت در ایران رو مسیری جز این نمیبینید که در مسیر خواسته ها و مطالبات مردم باشه؟ نه خیر، من در حقیقت ایران یکی از عوامل مهم جامعه مدنی و مردم هست، ولی در کنار اون از یک سو جامعه بین المللی و خواستای اون خیلی تأثیر داره، از یک سو دعوای باندهای قدرت هم خیلی مهمه.
به هر صورت سپاه آماده ترین باند قدرت موجود و منظم ترین و دارای امکانات ترینشونه، ولی پاشنه آشیلش در اینه که در شکل سیاسی که جمهوری اسلامی بر اون بنا نهاده شده، سپاه یک نیروی تقویت کننده روحانیت بیش نیست و خودش برای این فکر نشده که رول درجه یک داشته باشه. بنابراین شاید راه سپاه این باشه که یک روحانی رو بر اون بالا بنشونه و اونو عامل خودش قرار بده و مستقیما قدرت رو از آن خودش نکنه. اینم یکی از سناریوهای ممکنه. پاشنه آشیل یا همون چشم اسفندیار، تعبیری برای نقطه ضعف. بینندگان عزیز، با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر همراه با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که در استودیو مرکزی ایران فردا با ما هستند، و آقای حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی در هامبورگ آلمان. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده، این روزها تصاویری منتشر شده از کسانی که به گورخوابها عنوان گرفتن، به اونها عنوان گورخواب داده شده، آمدن و فقط اظهار ناراحتی کردن، از رئیس دولت گرفته تا شهردار تهران تا بقیه، و اظهار دلدرد کردن. یعنی دل ما به درد آمد از دیدن این رنج و مصیبت ها. تهران از نظر، یا ایران از نظر اقتصادی، دو قطبی شده. یعنی در یک کیلومتری همین افراد شما مثلا اتومبیل هایی میبینید که در لندن هم به ندرت میبینید. در صورت ادامه این وضع، ایران داره به کجا میره؟ یه نکته جالبی این که اشاره فرمودید، گفته بودن که آقا در همه دنیا هم از اینو هست، تو نیویورک هم زیر پل میخوابن، تو لندن هم زیر پل، اما تو قبر نمیخوابن. این یکی دیگه تحفه جمهوری ولایت فقیه بود. ببینید، شما یه لحظه فکر کنید آقای چالنگی، 19 میلیارد دلار از پول ما رفته به کمک رژیم سوریه. سالی حداقل 1 میلیارد دلار به حزب الله داده میشه. همین چند روز قبل رهبر جهاد اسلامی اومد ایران، 50 میلیون دلار گرفت رفت. حماس میاد میره، گروه های عراقی. 1/10 این پول ها خرج اون آدمایی میشد که در اون گروه خوابیده بودن، همه صابخونه میشدن. بعدن اومدن توجیه کردن اینا معتادن. چرا باید در یه جامعه ای 4 میلیون معتاد وجود داشته باشه؟ به خاطر اینکه کار نیست، به خاطر اینکه مردم رو پایبند یک مش خرافات، حرفای بی اساس کردید. کشور 30 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی کنه. آخه قابل تصور ایرانی که سرآمد کشورهای منطقه بود، ما 3 میلیون فقط کارگر و تکنسین خارجی تو ایران کار میکردن قبل از این فتنه شومی که گریبان ما رو گرفت. بنابراین خب این یه چیز طبیعیست. کاری هم که روزنامه شرق کرد به نظر من درخشان بود، یکی از کارهای بزرگ مطبوعاتی بود که به مردم گفت نگاه کنید، زندگی فقط این نیست که تو سر اینو کلا بذاری بخور بیای. هموطنت ایرانی 5 سال رنگ هموم ندیده، تو قبر میخوابه شب. 4 نفر در یک قبر، زن و شوهر و 2 تا بچه. بچه های کارتون خواب رو نگاه کن. افسرده میشه آدم آقای چالنگی، افسرده میشه وقتی من میدم آقای وحید خراسانی سالانه 70 میلیارد وجوهات دریافت میکنه و این وجوهات صرف چی میشه. فلان مرجع اومده در قم برای طلبه ها مجتمع مسکونی ساخته، با چه تشکیلاتی. اما شهروندان ما نامحرمن، اینا نباید از مواهب الهی برخوردار بشن. اما آقای ناصر ابوالمکارم سالی 20 میلیارد از رهبر بگیره به دعاگویی مشغول باشه. افسوس، متاسفم برای ایران. تفسیر شما رو میشنویم آقای
شریعت مداری در مورد وضعیت اقتصادی کشور، چراغی که به خانه رواز، به مسجد حرام، از ضرب المثل جاری در میان مردم ایران. اما الان ما میبینیم خانه سازی در ونزوئلا بسیار، در لبنان و جاهای دیگه، اما ایرانی در کشور نفخیز ایران در گورستان به طور زنده به گور زندگی کردن. بله متاسفانه از اونجای انسان واقعا این صحنه تراژیک و بسیار جانکاه بر جانش می نشیند که چنین حکومتی از ابتدا با آزادی مشکل داشت، ولی شعار عدالت اجتماعی او گوش فلک رو کر می کرد و می گفت من حکومت مستضعفان جهانم، نه فقط ایران، و آب و برق و همه چیز رو می خواست مجانی بکنه. دائما از عدل علی می گفت و می گفت که من نماینده عدل علی بر ایران کنونی هستم. حالا نتیجهش این شده که در کنار کاخهای سر به فلک کشیده افراد در گورستانها مأمن می جویند و شب خودشون رو به روز می گذرونند و از افیونی می کشند که سپاه در میان اونها توزیع کرده و برادران قاچاقچی اون رو آوردن و به ثمن بخش به مردم فروختن تا معتاد بشن، مبادا مطالبات خودشون رو و حقوق خودشون رو بخوان. از اون جایی متأثر میشه انسان که رهبر چنین نظامی میگوید جمعیت فعلی کمه و ما باید 150 میلیون جمعیت داشته باشیم. گوشت دم توپ میخواد و قبخواب و گورخواب میخواد برای اینکه عرضه اداره این جمعیت رو ندارند و فاسدند، دزدند و مال این مملکت رو میبرند جاهای دیگه برای مطامع ایدئولوژی که خودشون خرج میکنن، ولی در داخل مملکت در حقیقت فقط این گورخواب ها نیستن. شما کافیست به عکسی که از سیستان و بلوچستان در و ویدیوهایی که میگذارن نگاه کنید، به خوزستان نگاه کنید، به حاشیه مملکت نگاه کنید، همه جا در حقیقت همینه و مردم در حقیقت در خانه های خودشون هم گورخوابن. مردم وسیله تأمین معاش رو ندارن، امنیت شغلی ندارن، در حقیقت در حسرت لقمه نان هستن و آقای خامنه ای مباهی به این است که جزو رهبران بسیار بزرگ جهان است و زیر پای خودشو نگاه نمی کنه و سپاه هم فکر می کنه که در حقیقت در منطقه ریاست می کنه، ولی یک مشت انسان بی پناه در قبر ها میخوابن و هیچ کدوم از اینها ککشون هم نمیگزه. واقعا باعث ترس. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری، با سپاس از شما و همینطور با سپاس از شما آقای نوریزاده عزیز در استودیو مرکزی ایران فردا. سال خوشی رو برای مهمانان عزیز برنامه آرزو داریم، به اتفاق همکارانم هم در استودیو مرکزی ایران فردا همینطور سال میلادی خوشی توأم با تندرستی و شادی برای هممیهنان مسیحی و برای همه مردم پاکدل جهان آرزومند هستیم. آخرین برنامه جمعه شب سال 2016 رو به پایان میبریم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز هند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.